أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين الرحمن الرحیم. معلومات عمومی از زکات. معنای زکات چیست؟ زکات این پاکی و برکه است که هر یک مسلمان از مال خود حصه معلوم موافق فرموده شریعت از درآمد و دارایی خود باید هر سال به فقیران و محتاجان بدهد. الله سبحانه و تعالی می فرماید از اموال آنها صدقه به عنوان زکات بگیر تا به وسیله آن آنها را پاک سازی و پرورش دهی، و در هنگام گرفتن زکات به آنها دعا کن که دعای تو سببی آرامی آنهاست و پروردگار شنوا و داناست. سوره توبه آیه 103. سوال: حکم زکات چیست؟ زکات یکی از ارکان اسلام است. الله می فرماید کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند و نماز را برپا داشتند و زکات را پرداختند، اجرشان نزد پروردگارشان است و نه ترس بر آنهاست و نه غمگین می شوند. سوره بقره آیه 277. سوال: حکم من و انکار زکات چیست؟ من و انکار زکات سبب خارج شدن از ملت اسلام بوده. اگر در پرداخت آن بخیلی ورزد و یا کامل پرداخت ننماید، مستحق عذابی الله خواهد شد. الله سبحانه و تعالی می فرماید کسانی که بخل می ورزند و آنچه را الله از فضل خود به آنها داده است انفاق نمی کنند، گمان نکنند که کار به فایده آنهاست، بلکه برای آنها بد است. به زودی در روز قیامت آنچه را که نسبت به آن بخیلی ورزیدند مانند طوق به گردنشان انداخته می شود و میراث آسمان ها و زمین از آن پروردگار است و الله تعالی از آنچه انجام می دهد آگاه است. سوره آل عمران آیه 180. سوال: مکانت زکات در اسلام چیست؟ یکم، زکات اولین نظام بشریت برای تحقیق یاری دادن به محتاجان و عدالت در بین مردم است. دوم، زکات عبادت مالی است. الله می فرماید اما هنگامی که تذکراتی را که به آنها داده شده بود فراموش کردند، لحظه عذاب فرا رسید و نهی کنندگانی از بدی را رها بخشیدیم و کسانی را که ستم کردن به خاطر نافرمانیشان به عذاب سخت گرفتار ساختیم. سوره اعراف آیه 165. سوال: آیا نیت یکی از شرطهای زکات است؟ بله، نیت رکن از ارکان زکات است. سوال: آیا تأخیر زکات جایز است؟ نه، تأخیر زکات جایز نیست. سوال: آیا پیش از وقت برآوردن زکات جایز است؟ بله، پیش از وقت برآوردن زکات جایز است. سوال: آیا در اموال وقف و خیری زکات است؟ در اموال وقف و خیری زکات نیست. سوال: دلیل چیست که زکات از ارکان اسلام است؟ اسلام بر پنج رکن بنا شده است: شهادت دادن به اینکه فرمان روا و فریاد رسی بغیر از الله وجود ندارد و محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده است، برپا داشتن نماز، دادن زکات، حج نمودن و داشتن روزه ماه رمضان. و اینچنین الله سبحانه و تعالی می فرماید ای کسانی که ایمان آوردید، بسیاری از دانشمندان اهل کتاب و راهبان اموال مردم را به باطل می خورند و آنان را از راه الله باز می دارند و کسانی که طلا و نقره را ذخیره و پنهان می سازند و در راه الله بخشش نمی کنند به عذاب درکناک بشارت ده. سوره توبه آیه 34. سوال: کسانی که زکات مال خود را نمی دهند به چه عذاب گرفتارند؟ در صحیح بخاری آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که الله تعالی بر او مال عطا می فرماید و او زکاتش را ندهد، روز قیامت آن مال به صورت ماری بیمویه که دو نقطه سیاه بر روی چشم دارد ظاهر می شود و برگردنش می پیچد.
سپس استخوان بیخی دو گوشش را میگیرد و میگوید من مالی تویم، من گنجی تویم. اینچنین به روایت امام مسلم آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند و هر دارنده طلا و نقره ای که حق زکاتش را پرداخت نکند روز قیامت برایش قطعه های از آتش ساخته می شود که در آتش جهنم داغ می گردد و پهلو، پیشانی و پشتش را با آن داغ کرده می شود و چون خنک شود دوباره داغ کرده شود در آن روزی که اندازه اش 50,000 سال است تا در میان بندگان حکم صورت بگیرد. سوال: دادن زکات چی فایده دارد؟ یکم، دادن زکات به انجام رسانیدن یکی از ارکان اسلام است. دوم، دادن زکات سعادت دنیا و آخرت انسان است. سوم، دادن زکات تقرب جستن به الله تعالی است. چهارم، دادن زکات افزوده شدن مال است. پنجم، دادن زکات افزوده شدن ایمان است. ششم، دادن زکات عبادت است که نتیجه های خوبی دارد. سوال: دادن زکات چی اجر و ثواب دارد؟ یکم، الله سبحانه و تعالی در سوره روم آیه 39 فرماید که هر ربایی که می دهید که بهره شما را افزون تر کند در حقیقت نزد الله افزایش ندارد و هر زکاتی که در طلب خوشنودی الهی می پردازید آن افزایش یاب است. دوم، از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که اندازه خرمای از کسب حلال صدقه کند و الله جز پاک و حلال را نمیپذیرد البته الله آن را پذیرفته برای صاحبش پرورش میدهد. همچنانه که یکی از شما کره اصل خود را پرورش میدهد تا اینکه مثل کوه بزرگ شود. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. سوال: آیا با دادن زکات انسان از گناه پاک میگردد؟ دادن زکات گناه ها را پاک میکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند صدقه یعنی زکات گناه را پاک میسازد همچنانه که آب آتش را خاموش میکند. حدیث در مسند ابی یعلا روایت شده است. سوال: دادن زکات چه فایده تربیوی دارد؟ با دادن زکات انسان خود را در صف سخاوتمندان قرار می‌دهد و مهر و محبت نسبت به محتاجان زیاد گردیده دلش به حال فقیر می‌سازد. سپس در حال رحم و مهر و محبت زکات را تقدیم حاجتمندان می‌کند. دادن زکات خود نوعی از خدمت به مردم و دور کننده بخل از انسان است. سوال: دادن زکات چه فایده اجتماعی دارد؟ دادن زکات نیاز حاجتمندان است که در بیشتر کشورهای دنیا طبقه اکثریت جامعه را آنها تشکیل می‌دهند. بنابراین صرف زکات در راه الله تعالی یکی از مصارف هشتگانه زکات بوده، حسد را از دلهای آنها نسبت به توانگران از بین می‌برد. در آخر دعا می‌کنیم که پروردگار را ما را توفیق بده تا شکر نعمتی که به ما و به پدر و مادرمان داده‌ای به جا آوریم و کار شایسته انجام دهیم که از آن تو خوشنود بگردی و فرزندان ما را صالح بگردان و ما به سوی تو باز میگردیم و توبه میکنیم و ما از مسلمان ها هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.